من که الان در خدمت شما هستم افتخارم اینه که ایرانی هستم. متاسفانه در حال حاضر مسائل مختلف پیش اومده که دیگه تئاتر در پایین فیلم هایی که می‌بینید می‌سازم، هر کسی از همش خرج بکنه کارگردان سینما میشه. اولین فیلمی که دعوت شد از ما شب قوزی بود. اولین فیلم سینمایی ما شب قوزی بود. زنده یاد فرخ غفاری کردانش بود. حالا چطوره گلی گلی؟ و فرخ غفاری اولین آدمی بود که تئاتر رو، سینما رو در این مملکت پایه‌گذاری کرد. استاد از دایجان ناپلئون حالا مرده شورون ریخته بعد شازده تو ببرن. آقا ما با کارگردانش آقای تقوایی شروع کرد با ماها کار میکرد. منتها یک اشکال بسیار بزرگ بود اونجا و این بود که ما همیشه مواظب باشیم که جایی نباشه که احتیاط باشه. و توی اون فیلم تمام آدمای فنی زاده بود که یکی از بهترین بازیگرای این مملکت. جدول اولش چند تا چارخونه است، همه خالی. هیچ پیش میری جون میگیرم تا میرسی به وقتی که بدون اینکه سوالو خونده باشی جوابو میتونی پیدا کنی. و اون متاسفانه معتاد شد. تو شهر ما یه نفر بود که خاطرخواه شده بود. یه روز اون دختر رو برای یه نفر دیگه عقد کردن. فردا صبحش همشهری ما راه بیابونو گرفت و رفت. حالا 20 سال گذشته هنو هیچکی نفهمیده چی شد، کجا رفت. پنداری دود شد رفت با آسمان. و الا ما مثل فنی ساده نداشتیم. و این فنی ساده اولش تو روزنامه اطلاعات غلطگیری میکرد. توی کلاس آقای حمید سمندریان بود. مثلا یکی از کسانی که اونجا به نظر من خیلی آدم پستی بود که این هروئین می‌برد برای بچه‌هایی که توی دایجان ناپلئون می‌کشیدن. کی هستن؟ یک پخش کننده بود. نه می‌رفت می‌برد به اینا، می‌خرید به اینا می‌دن. بعد خودش هم این کاره بود. خاطر ما میاد گرما گرم جنگ کازرون بود. ما تفنگ گرفته بودیم دست. ساکت قاسم. به خصوص اینکه بازیگرای خیلی خوبی هم در اونجا بازی میکردن. حالا بگذاریم از یکی نوتاشون که احتیاط داشتن، که فنی زاده یکرده بود که احتیاط. والا آقا دروغ چرا تا قبل جز آقای فنی زاده کی احتیاط داشت؟ یکی دیگه بود که به هر حال اسمشون دیگه نمیشه. والا آقا ما شارکمونو بزنین توف تو صورت این خمیرگیر نمیندازیم، چه برسه بریم نازشو بکشیم. مشقاسم دست بردار بابا جون. ما قیاس آبادیا زیر بار این بیناموسی ها نمیریم. ما یه وقت یه همشهری داشتیم مال خود قیاس آباد هم نبود. نمیخوای برین نرو، قصه نگو، مردشو خودتو ببرن و همشهری تو. آقای تقوایی. کی؟ آقای تقوایی. کارگردان به خوبی تقوایی نبود. همین بسیار بسیار نویسنده خوبیه، بسیار مرد شریفیه. نه. و یکی از بهترین بازیگرای ما، نجیبترین بازیگرای ما. بسیار کارش هم آقای فردین. دیگر مثل فردین
این نجابت و شرافت و انسانیتش و بازی. من که الان در خدمت شما هستم افتخارم اینه که ایرانی هستم و افتخار بیشترم اینه که اصفهانی هستم. زنده باشید استاد.